آیا میشه به همون راحتی که برنامه های تلویزیونی رو در ایران از ماهواره میبینید به اینترنت پرسرعت و بدون فیلتر هم دست پیدا کنید؟ جواب کوتاهش اینه که احتمالاً به زودی آره. ایلان ماسک میگه سعیشو میکنه که هر جور شده به ایرانی ها کمک کنه. البته اینترنت ماهواره چیز جدیدی نیست اما اینترنت ماهواره که شرکت استارلینک اون رو داره راهاندازی میکنه میتونه دسترسی به اینترنت رو به کل متحول کنه. امشب استارلینک رو زیر ضربی میبریم بزنیم ببینیم چند نفر از جمعیت دنیا کاربر اینترنتن جالبه بدونید که 26 سال پیش فقط یک درصد جمعیت جهان به اینترنت دسترسی داشتن امروز اما از حدود 8 میلیارد جمعیت دنیا نزدیک 5 میلیارد نفر به اینترنت دسترسی دارند اما هنوز خیلی از این کاربران از اینترنت پرسرعت و با کیفیت محرومن این نمودار آمار کاربران اینترنت رو در 5 قاره نشون میده در سال 2014 میلادی تقریبا نزدیک به دو میلیارد نفر یعنی 75 درصد کاربران اینترنت جهان توی 20 کشور زندگی میکردن 25 درصد باقی مونده در بقیه 178 کشور جهان پراکنده بودند چین بیشترین کاربران اینترنت رو داره بیش از 80 درصد جمعیت ایالات متحده آلمان، فرانسه، بریتانیا و کانادا به اینترنت دسترسی دارند با این حال دسترسی به اینترنت پرسرعت در تمام مناطق به خصوص در مناطق دورافتاده همین کشورها هم فراهم نیست اما حالا قرار تغییر بزرگی در این وضعیت ایجاد بشه اینترنت ماهواره ای پدیده جدیدی نیست و الان هم خدمات اینترنت ماهواره ای وجود داره اما فرق استارلینک با شبکه های اینترنت ماهواره دیگه اینه که مختص به منطقه جغرافیایی خاصی نیست از ویژگی های منحصر به فرد دیگرش تأخیر کمتر و سرعت بالاست تعداد زیاد ماهواره های استرالینک هم باعث میشه که از کاربران بیشتری پشتیبانی کنه تا پیش از این ماهواره ها در مدار زمین ثابت یا ژئو قرار می گرفتند این مدار در ارتفاع بیش از 35000 کیلومتری و دقیقا بالای خط استوا قرار داره سرعت گردش ماهواره روی این مدار با سرعت زمین یکیه به همین دلیل که دیش های معمول ماهواره به صورت ثابت نصب میشن و بین مثلا برنامه تیتر اول تا چشمانداز لازم نیست برید پشت بام و دیشتون رو تکون بدید اما فاصله ماهواره های استارلینگ خیلی کمتر از ماهواره های معمولیه و حدود 550 کیلومتر از سطح زمین فاصله دارند. به همین دلیل تاخیر در تبادل داده یا اطلاعات با آنها کمتره. اینترنت های ماهواره ای قبل از استارلینک مثل شرکت هیوزنت و یا وایاسات بین 500 تا 600 میلی ثانیه تاخیر داشتند. در نسخه بتای استارلینک که از ماه اکتبر ارائه شده، فعلا سرعت دانلود کاربران از 50 تا 150 مگابیت در ثانیه و حتی بیشتر در مواردی 20 مگابیت در ثانیه بوده در مقایسه با اینترنت ماهواره‌ای ویاست که 100 مگابیت بر ثانیه سرعت داره رقم خوبیه به تازگی ایلان ماسک مدیر عامل شرکت اسپیس اکس هم خبر داده که تا پایان سال جاری سرعت این اینترنت رو دو برابر می‌کنه همینطور قراره که میزان تأخیر هم تا 20 میلی ثانیه کاهش پیدا کنه تفاوت دیگه استارلینک در تعداد ماهواره های موجود در مداره اسپیس اکس تا الان بیش از هزار ماهواره رو به مدار پرتاب کرده و قصد داره تا شش سال دیگه تعداد این ماهواره ها رو به چهل و دو هزار عدد برسونه ماهواره ها با موشک فالکون 9 اسپیس اکس به فضا پرتاب میشن و در هر پرتاب حدود 60 ماهواره که هر کدوم 227 کیلوگرم وزن داره در مدار زمین رها میشه. And there is that confirmation. We got a live view as it was deploying from the vehicle. Those Starlink satellites are making their way, separating from second stage right in front of you right now. همین نسخه بتا استارلینک در چند ماه گذشته بالای ده هزار کار برداشته فعلا شش کشور جهان از جمله نواحی شمالی آمریکا جنوب کانادا و به تازگی بریتانیا میتونن از خدمات این اینترنت استفاده کنند هرچه به تعداد ماهواره های استارلینک اضافه بشه پوشش جهانی اون هم بیشتر میشه برابر شده که ساخت و پرتاب ماهواره های استارلینک حداقل 10 میلیارد دلار هزینه داشته از طرفی هم پیش بینی میشه که این پروژه سالانه سی میلیارد دلار درآمد داشته باشه فعلا هزینه اشتراک نسخه بتای این اینترنت 99 دلار در ماه و ابزار مورد نیازش هم تقریبا 500 دلار قیمت داره رها کردن این تعداد ماهواره در فضا اما اعتراض گروههایی رو هم در پی داشته ستاره شناسان نگران افزایش شدید زباله های فضایی هن. اسپیس اکس اما اعلام کرده که هر کدوم از ماهواره ها عمری یک ساله دارن و بعد از پایان ماموریتشون به جو زمین برخورد میکنن و از بین میرن. گروهی هم نگران آلودگی بسری در رصد ستارگانند اسپیس برای این مشکل احتمالی هم با ستاره شناسان همکاری کرده و با تغییراتی در رنگ و نوع پوشش ماهواره تلاش کرده که جلوی این انعکاس رو هم بگیره با وجود این مسائل این پروژه به سرعت توسعه پیدا کرده ایلان ماسک در توییت اعلام کرده که تا سال آینده اینترنت ماهواره استارلینک کل کره زمین رو پوشش میده